سلام به کانال هنگام با ورزش خوش آمدید. طبق ادعای مارکا، ریال حتی اگر در مراکش قهرمان جام باشگاه‌های جهان نشود، هم کارلو آنچلوتی تا پایان فصل در ریال مادرید خواهد ماند. قبل از دربی مادرید، دستی از هواداران افراطی اتلتیکو بار دیگر وینیسیوس جونیور ستاره برازیلی ریال را هدف گرفته و خبرساز شدند. امروز مشخص شد که تعداد از آنها در یک قتل معروف در سال 2014 نقش داشتند. آنسو فاتی ستاره جوان بارسا شرایطی که در این تیم دارد راضی نیست و در حال بررسی گزینه‌هایی است که در اختیار دارد. قطری ها در حال رقابت برای خرید منچستر یونایتد هستند و قرار است در چند روز آینده روند پیشنهاد خرید خود را آغاز کنند. شکست برابر مایورکا و افزایش فاصله با بارسا در صدر جدول به 8 امتیاز باعث شد شرایط ریال در آسانه بازی و نیمه نهایی جام باشگاه‌های جهان مقابل الاهلی در مراکش بحرانی شود. ریال تازه توانسته بود شرایط خود را بهبود ببخشد از بحران پس از شکست برابر بارسا در سوپر جام فاصله بگیرد، ولی حالا شرایط باز هم پرتنش است. مارکا در این رابطه گزارش داد که هر اندازه در رسانه ها درباره آینده آنچلوتی صحبت می شود، در درون باشگاه رامش کاملا حکم فرما است و آینده مربی ایتالیایی در پایان فصل سنجیده خواهد شد. کالتو دیروز در نشست خبری خود اطمینان داد که تیم به روزهای اوجش برمیگردد و این که شکست برابر مایورکا روند رو به پیشرفت تیم را مختل نخواهد کرد. مارکا ادعا می کند که سران ریال مادرید آنچلوتی را حتی در صورت ناکامی در مراکش هم اخراج نخواهند کرد و به او تا پایان فصل فرصت خواهند داد. ریال همچنان در لالیگا، لیگ قهرمانان و کوپا در لیگ شانس قهرمانی دارد و آنچلوتی فرصت سر و سامان دادن به شرایط ریال را خواهد داشت. دسامبر 2014 ریال در مراکش با هدایت آنچلوتی توانست سن لورنزو را در فینال جام باشگاه‌های جهان شکست دهد و قهرمان شود. آن تیم روی دور پیروزی بود و شرایطش با ریال فعلی تفاوت زیادی داشت. سرخیو راموس بهترین بازیکن تورنمنت شد و از آن تیم لوکا مودریچ، کریم بنزما، ناچو و دانی کارواخال همچنان برای ریال مادرید بازی می‌کنند. ریال در اندیشه تکرار خاطره خوش 8 سال دو ماه قبل است. کهکشانی ها اگر امشب الاهلی را شکست بدهند، شنبه در فینال باید به مصاف الهلال بروند. شاگردان کارلو آنچلوتی در حال قدم به این بازی خواهند گذاشت که در آخرین دیدارشان در رقابت های لالیگا با یک گل برابر مایورکا شکست خوردند و این باخت باعث شد که فاصله آنها با بارسا در صدر جدول به 8 امتیاز برسد. این در حال است که حریف ریال مادرید حالا نزدیک به 6 ماه است که شکست را تجربه نکرده است. در واقع آخرین باخت الاهلی مربوط به 28 آگوست سال گذشته میلادی است که آنها در لیگ مصر با نتیجه 1-0 برابر تالی الجیس بوده و این تیم از آن زمان تا به حال هرگز شکست را در هیچ یک از رقابت‌ها تجربه نکرده است. آنها در حال حاضر با 37 امتیاز از 15 بازی در صدر جدول رده‌بندی لیگ مصر قرار دارند و انتظار می‌رود که امسال هم جام قهرمانی رقابت‌ها را به خانه ببرند. پیروزی شب گذشته الهلال برابر فلامینگو که باعث تعجب بسیاری از فوتبال دوستان شد نشان داد که هیچ تیم در این رقابت‌ها از پیش برنده نیست و ریال مادرید هم باید برای صعود به دیدار فینال نهایت تلاشش را به کار بگیرد. هرچند تجربه بازیکنان و سرمربی این تیم مطمئناً در این دیدار به کمک آنها خواهد آمد. گفته می‌شود که آنچلوتی قصد دارد لوکا مودریچ و تونی کروس را در بازی امشب در ترکیب اصلی تیمش قرار دهد. آنچلوتی سخت در تلاش است تا ریال مادرید را با قهرمان کردن در جام جهانی باشگاه‌ها از بحران خارج کند. ریال در صورت قهرمانی در این رقابت‌ها برای پنجمین بار خواهد بود که این جام را به دست می‌آورد. آنها پیش از این در سال‌های 2014، 2016، 2017 و 2018 به قهرمانی در این رقابت‌ها دست پیدا کرده‌اند. دو هفته پیش و در پی به نمایش گذاشتن عروسک با پیرهن وینیسیوس جونیور ستاره برازیلی ریال مادرید در حالی که تناب به گردنش آویزان شده بود در شهر مادرید جنجال در فوتبال اسپانیا بالا گرفت. این اقدام توسط گروهی از هواداران افراطی باشگاه اتلتیکو در آسانی دربی شهر مادرید در کوپا دل ری اتفاق افتاد. بعد از آن پیام‌های زیاد منتشر شد که حمایت گروه‌های مختلف مردم اسپانیا را ستاره برازیلی ریال مادرید نشان می‌داد. باشگاه ریال مادرید ضمن تشکر از حمایت‌ها از وینیسیوس از اقدام گروه از هواداران اتلتیکو به شدت انتقاد کرد و خواهان پاک شدن فضای فوتبال این کشور از رفتارهای غیر قابل قبول شد. اتلتیکو مادرید هم بیانیه داد و این حرکت را محکوم کرد. هفته قبل کادناصر ادعا کرد که پلیس مادرید به اثر انگشت دی ان ای مخالفان دست یافته و آنها را شناسایی کرده است. همچنین تصاویر از موتر و پلیت آن در اختیار پلیس است که به لطف دوربین‌های امنیتی ثبت شده است. طبق این گزارش 6 نفر در این قضیه دخالت شدند و همگی تحت تعقیب پلیس قرار دارند ولی هنوز دستگیر نشدند. تلاش پلیس برای بازداشت آنها ادامه دارد. امروز ال کانفیدنسیال جزئیات جدیدی درباره هویت عاملان حمله به وینیسیوس منتشر کرد. لالیگا همکاری خوب با پلیس مادرید داشته و در شناسایی این 6 افراطی نقش مهمی داشته است. همگی از اعضای گروه هواداری افراطی فرنت اتلتیکو هستند که مدت‌ها است تحت نظارت پلیس قرار دارند. تعداد از آنها در نزاع دستجمعی سال 2014 بین هواداران اتلتیکو مادرید و دیپورتیو لاکرینا بیرون از ورزشگاه ویسنت کالدرون حضور داشتند که باعث کشته شدن یکی از هواداران دیپورتیو به نام جیمی شد. جالب این که هنوز قاتل او دستگیر نشده است. در پرونده این 6 نفر درباره قضیه وینیسیوس اتهامات جدید به قتل نیز گنجانده شده که میتواند احکام سنگینی برایشان در پی داشته باشد. نگرانی ها درباره حملات اینچنینی و تعوین های نجات پرستان علیه وینیسیوس در ورزشگاه های اسپانیا قوت گرفته و لالیگا قصد دارد این موضوع را با جدیت تمام پیگیری کند. در اولین اقدام لالیگا روز گذشته پرونده علیه باشگاه وایدولید و مایورکا تشکیل داد و از هواداران این دو باشگاه شکایت کرده است.
معصومیت‌های متعدد باعث شد که فاتی نتواند انتظاراتی که در چند فصل اخیر از او میرفت را برآورده کند و همین موضوع شایعات بسیار را به همراه داشته است. پس از جدایی میسی از بارسا شمارده این بازیکن افسانه‌ای به فاتی داده شد و بسیاری معتقد بودند که با استعداد و توانایی‌های خاصی که دارد میتواند جای این ستاره آرژانتینی را در ترکیب بارسا پر کند. اما این اتفاق رخ نداد و این بازیکن که پیش از این با درخشش در ترکیب بارسا همه را به خود امیدوار کرده بود هنوز نتوانست دوباره به دوران اوج برگردد. فاتی سال گذشته قراردادش را تا سال 2027 با بارسا تمدید کرد، اما جدایی او از این باشگاه در تابستان سال آینده چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. پیش از این گفته شده بود که منچستر یونایتد به صورت جدی خواهان جذب این بازیکن است و آماده است تا مبلغ هنگفت را برای انتقال او به اولترافورد هزینه کند. حالا روزنامه اسپورت نیز خبر داده که فاتی به هیچ وجه شرایطی که در حال حاضر در بارسا دارد راضی نیست و معتقد است که شایستگی این را دارد که دقایق بیشتر در زمین بازی حضور داشته باشد. بارسا تمایل به فروش او ندارد و ژاوی نیز پیش از این تاکید کرده بود که روی این بازیکن حساب میکند، اما اگر فاتی اصرار به جدایی داشته باشد کار برای حفظ او در نیمکم دشوار خواهد بود. گلیزرها در ماه نوامبر فاش کردند که مایلند پیشنهادات مربوط به خرید بخش از سهام منچستر یونایتد یا خرید کامل باشگاه را بررسی کند. تعداد از متقاضیان تمایل خود را اعلام کردند و باشگاه احتمالاً با قیمت نزدیک به 6 میلیارد پوند یا حتی بیشتر به فروش خواهد رسید و تبدیل به گران قیمت‌ترین باشگاه ورزشی جهان خواهد شد. بانک تجاری گروه رینز مسئولیت فروش را بر عهده دارد و پیشنهادات از خاور دور، خاورمیانه و ایالات متحده ارائه شده است. میلیاردر بریتانیایی سر جیم رتکلیف که اتفاقاً طرفدار منچستر یونایتد است نیز مشتاق خرید باشگاه مورد علاقه خود است. اما طبق گزارش نشریه میل، یک گروه سرمایه‌گذاری مستقر در قطر هم برای خرید منچستر یونایتد پیشنهاد خواهد داد. در این گزارش آمده است که گروهی خصوصی از افراد ثروتمند مستقر در ایالات نفتخیز به باشگاه اولترافورد چشم دوختند. انتظار می‌رود که در روزهای آینده و اواسط فوریه پیش از موعد مقرری که گلیزرها تعیین کردند پیشنهاد از سوی آنها ارائه شود. گفته می‌شود که این گروه سرمایه‌گذاری مطمئن است که پیشنهادش هر رقیبی را سر را برخواهد داشت و می‌خواهد به طور قابل توجه تیم اریک تن هاگ را تقویت کند. این گروه قطری علاوه بر پرداخت بیش از 6 میلیارد پوند برای باشگاه ممکن است با پروژه توسعه مجدد یا تخریب اولترافورد و ساخت یک مرکز جدید و پیشرفته روبرو شود. این کار میتواند 2 میلیارد پوند هزینه داشته باشد، اما برای آنها مشکل نخواهد بود. قطری ها همچنین تعامل با هواداران را در قلب پیشنهاد خود قرار میدهند. آنها نظر هواداران را درباره آینده اولترافورد جویا خواهند شد. با این حال مانعی که میتواند مانع از تصاحب این شرکت شود مالکیت شرکت سرمایه گذاری ورزشی قطر بر باشگاه پاریس سن ژرمن است. یک نهاد نمیتواند مالک دو باشگاه در یک رقابت باشد و یونایتد و پاریس سن ژرمن میتوانند در اروپا مقابل یکدیگر قرار بگیرند. پیشنهاد برای یونایتد از سوی سرمایه گذاران جداگانه و شخص قطری ارائه میشود. آنها هیچ علاقه ای به گرفتن سهام جزئی باشگاه ندارند، چیزی که گلیزرها به آن تمایل داشتند. یک منبع آگاه میگوید بودجه قابل توجه در دسترس است. این افراد با جدیت تمام مطمئن هستند که قوی ترین پیشنهاد را خواهند داد. آنها میخواهند تیم را تقویت کرده و به اوج برگرداند، اما همچنین میخواهند این کار را به نفع جامعه باشد. آنها همچنین میخواهند به پشتیبانی موفقیت در میزبانی جام جهانی پیش بروند. میدانند که منچستر یونایتد بزرگترین باشگاه فوتبال جهان است و عزم پولادین برای خرید باشگاه و رساندنش به جایگاهی که حقش است را دارند. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.